بر پایه یک نظرسنجی جدید در انگلستان، جوانان بیشتری نسبت به 20 سال قبل در این کشور به دعا و عبادت کردن روی آوردند. حدود یک سوم جوانان بین 18 تا 35 سال که در این نظرسنجی شرکت کردند، اعلام نمودند که در ماه گذشته عبادت کردند. به نظر می رسد دلیل این افزایش، گسترش ذهن آگاهی و معنویت در اشکال مختلف آن در باورهای نسل جدید باشد. دادگاه جنایی بغداد از صدور حکم اعدام عامل انفجار خودروی بمبگذاری شده در مسیر عبور زائران امام موسی کاظم علیه السلام در منطقه الدوره خبر داد. شورای عالی قضای عراق در بیانیه اعلام کرد که فردی که با بمبگذاری در خودروی زائران در منطقه الدوره در سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام منجر به شهادت و زخمی شدن چندین تن از این زائران شده بود، به استناد احکام ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم عراق به اعدام محکوم شد. کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان در بیانیه نوشت دادگاه جنایی ریاض حکم اعدام چند نفر دیگر از شهروندان سعودی را داده و جرم آنان فقط ابراز عقاید در شبکه‌های اجتماعی یا شرکت در راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای آزادی و عدالت اجتماعی بین شهروندان این کشور است. بیانیه مذکور از جامعه بین‌المللی و نهادهای موسوم به حقوق بشری در سراسر جهان خواست که برای توقف این کشتار جمعی دست به کار شوند و کشتاری که با اتهامات واهی و بهانه‌های دروغ صورت می‌گیرد و مبتنی بر معیارهای قانونی و حقوقی نیست. حجت الاسلام صلاح الحلفی به نمایندگی از دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر نجف اشرف در سمینار گردشگری دینی که در این شهر برگزار شد شرکت کرد. این سمینار توسط مدیریت سازمان اوقاف شیعیان عراق و با عنوان گردشگری دینی در شهر نجف اشرف و راه‌های توسعه آن برگزار گردید. نماینده مرجعیت شیعه در حاشیه این سمینار با استاد حسین جهاد الحسانی معاون سازمان اوقاف شیعیان دیدار و درباره راه‌های چگونگی افزایش خدمت رسانی به زائران مولا امیرالمومنین علی علیه السلام مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.